مرسی. متشکرم. متشکرم. به نام خدا سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که خوب باشید. یک مسابقه دیگه از مجموعه دور همی رو آغاز می‌کنیم که می‌دونید با چهره‌های دوست داشتنی و محبوب. امشب بهزاد خداویسی. بله. و چه تیم درجه یکی. همه چهره‌های آشنا و دوست داشتنی و درجه یک. اگه سلامی هست بفرمایید. باز کن پنجره‌ها را که نسیم روز میلاد عقاقی‌ها را جشن می‌گیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمعی روشن خواهد کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت همه مردم ایران و درود میگم به همه دوستان و آشنایان و کسانی که در این سالن هستن، در این استودیو، و آقای مهران مدیری که سالیان پیش قرار بود با هم همبازی بشیم ولی نشد. حالا اگه یادتون میاد چه کاری؟ بله معلومه که یادم. آره. بله. خیلی خوشحالم که بعد سالها دوباره میبینم اتون. و خیلی خوشحالم که یک تیم بسیار حرفه‌ای و من چون هشت تا برادریم. هشت تا برادریم. بله، این هشت تا برادرم آوردم اینجا. خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. این هفت تا برادر. خیلی خوش آمدید. آقا اگر سلامی هست بفرمایید. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم و حضور عزیز. امیدوارم که یه برنامه خوب رو ببینید. حتما همینطوره. استاد شغلتون رو بفرمایید. عرضم بزرگون که من فعلا نویسنده کارگردانی میکنم ولی قبلا تو پوزیشن مدیر جلوه ویژه، مدیر تولید و رشته‌های دیال و تدوین و فلان. خوش آمدید. قربون شما. خوش آمدید. شغلتون رو بفرمایید. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، حضار عزیز، ملت ایران و همکاران محترم. خواهش. من تهیه کننده هستم در خدمتتون. به به. به به. چه تیمی شد. بفرمایید قربان. ارادتمندم. قربون شما. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تماشاگران عزیز، همچنین دوستانی که از طریق تلویزیون قرار برنامه تماشا کنند. قربان نجفی هستم. به به. بازیگر. ارادت دارم. کارگردان. بله. شروع کارگردانی می‌کنم اخیراً. نویسنده. بله. بله. نویسنده و خواننده. خواننده. موسیقی هم کار می‌کنم. خیلی هم بله ارادت دارم. آقا عجب تیمی. بله آقا بفرمایید. قربونتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، حضور محترم، همه عزیزانی که ما رو می‌بینن. من فریدون مهرابی بازیگرم. بسیار عالی. خوش اومدید. قربونتون. بفرمایید. عرض ادب. سلام دارم خدمت شما و همه هم‌میهنان عزیز و حضور محترم. مرسی. حمید خزائی هستم، خواننده. خواننده. بله ارادت. به چه تیمی شد. بفرمایید. سلام خدمت همگی و شما، میلاد محرمی هستم. بله. مدیر فروش و یاد جنگ 77 و بله برنامه‌های مختلف که پدرم با شما همکاری داشتن. بله. خیلی بله. از بچگی در بک استیج برنامه‌های شما بزرگ شدم. ارادت دارم. قربونت برم. خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. قربونش. همگی خوش اومدین. تیم سخت و کار من سخت و امیدوارم که به خیر بگذره. والا کسی که بالاخره زیاد مطالعه میکنه و زیاد فیلم میبینم، اونا میدونن خوره فیلم و خوره کتابم. بهزاد خداویسی، دوست، برادر. بهزاد بی‌نظیره. بسیار انسان خونگرم و مردمداریه و من واقعا خیلی خیلی افتخار میکنم به دوستی با ایشون. بهزاد خداویسی یک دوست بسیار خوب، قدیمی، و عرض کنم به حضورتون که یک انسان درست. اهل دور همی اتفاقا بهزاد آدم فرهیخته و فرهیختگی رو دوست داره. به نظر من یکی از استعدادهای بسیار بسیار درجه یک هنری کشورمونه.
حسنشین بهزاد آدم باسوادیه تو سینما، کلاس درستی داره تو کار خودش، دانشش بالاست. یک سری چیزا اکتسابیه ولی یک سری چیزا اصلا با شیر مادر وجود، یعنی توی روح و تن و آدم میره. کجا فلش می ایستد و اولین سوال رو بکنیم بعد گپ بزنیم مفصل. به به آقا معذرت میخوام. به در خدمتتونم. به 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 من اسمم قربانه، همیشه هم قربانی بودم. سوال: در پرچم کدام کشور عکس توتی وجود دارد؟ دومینیکا، ماکائو. ماکائو فکر کنم به توتی بیشتر شبیه. دومینیکا، دومینیکا. جان؟ دومینیکا. نه من چون مشکل پیشونی دارم. دومینیکا. بله. عبور کنم؟ جانم؟ عبور کنم. بله بله. بله درسته. من یه وقتایی من مشکل چیز دارم. پیشونی دارم یه وقتایی. حالا بعد ببینید کدوم مشکل پیشونیمه؟ کدوم چیز؟ سوال. بازیگر معروف فیلم دست سیسیلی ها مل گیبسون، آلن دلون. آلن دلون. آفرین. عبور کنم؟ بله. بله. قربان. سوال. معادل فارسی دژاوو رویای صادقه یا رویای کاذب؟ جان اونجا دنبالش چیز خاصی میگردی؟ نه داشتم اون مانیتور رو نگاه میکردم. بله بله. فکر کردم این با این فرق داره. رویای صادق فکر میکنم. رویای صادق. فکر میکنم رویای صادق. عبور کنم؟ بله. بله درسته. سوال. شعر بافی در کدام شهر رواج دارد؟ کاشان یا نیشابور؟ شعر بافی شنیدی؟ شعر بافی؟ بله. بله. نیشابور. بله شنیدی. نیشابور. عبور کنم؟ کاشان. از فکر کنم کاشان بوده اشتباه نکنم. جان؟ چون آقای کاشانی گفتن از دوستان. کاشان درسته. کاشان درسته. من که گفتم نیشابور درسته. کدوم؟ نیشابور. عبور کنم؟ بله. نه. بابا من این همه گفت. نه برگرد. کاشان. کاشان؟ کاشان عبور کنم؟ بله درسته. سردردم با کمکم قاطی شده. نمیدونه چه کنه. سوال. آقا شما از من سوال کنین اصلا. خدا. کتاب زندانی قفقاز، پوشکین، بولگاکوف. پوشکین. گیج رفت یه لحظه. بولگاکوف. بولگاکوف. پوشکین. چون مشکل گردنم آخه من دارم. پوشکین. پوشکین. بله. بله. سوال. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جایی در این خانه ویرانه ندارد، از رهی معیری شهریار. خیلی جالب، سخت ترینش به من افتاد. معیری باید باشه که توی آرامگاهش هم در ظهیرالدوله هستش. آرامگاه بسیار زیبایی داره که بله. آرامگاه کوچیک شده یه همون خیام نیشابوری است. بله ولی رأی معیری است. دل را به کف عجب شده هم باز. بله بسیار زیبا. هر که نه هم باز پس آرد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد. بله بسیار زیبا. رأی معیری عبور کنم؟ بله. بله؟ بله درسته. به استاد. خدمتی. استاد سوال. بالاترین نرخ بازیافت زباله در جهان مربوط به کدام کشور است؟ آلمان، نروژ. نروژ. من فرام خود جواب شد. شاید
نروژ؟ آلمان؟ آلمان؟ نروژ. 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 غلط هم باشه نروژ. چرا؟ اونا میگن آلمان. نروژ. نه، تصمیم تو بگیر. از این ور میفرمایین آلمان. من نه، من داشتم. ببین تا دیروز نروژ بود، حالا ممکنه امروز آلمان شده باشه. اگر من گفته باشم آلمان دیگه شانسی گفتم، ولی احساسم اینه که نروژ. آلمان به نظر من سنتی تره، خاطر اینکه یه مقدار زباله‌هاش هم سنتی تره. زباله‌هاش زیادتره. آره. دوستان آلمان. آلمان. عبور کنم؟ عبور کن. بله. آی خدا. سوال: در کدام دور بافت قالی بر حسب نقشه رایج گردید؟ تیموری، صفوی؟ فکر میکنم صفویه. صفوی؟ فکر میکنم. عبور کنم؟ چیکار کنم؟ عبور کنم. آخه همه در امتیازشون رو گرفتن. نظر شما چه؟ من که مخلص شما. حالا بگو تیموری، چون قبل‌تر از صفوی هم بوده. شما راحت باشید با دوستان. آره حرف بزنید، مشورت بدین. میسوزه امتیاز. نه 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 باید صحبت. تیموری. تیموری؟ عبور کنم؟ بله بله. آقای شوقی، من همه رو جوابا رو میرسونم به تو، میگم. حالا ببین، حالا ببین، از آقای شوقی شروع کنم به خاطر سابقه و کسوتی که در این حرفه دارند. اوضاع سینما چطوره به نظرتون جدا از موضوع کرونا؟ نویسنده ها و کارگردان ها واقعا تلاش مثلا بله. غیر از اینکه حالا شما یه فیلمنامه می‌نویسی، می‌خوای بری مشکلات تولید و این داستانا سر جاشه. بله. من تو بخش کار فنی که می‌کردم سالی 60-70 تا فیلم کار می‌کردم. الان موقعی که اومدم در واقع تو پوزیشن کارگردانی نویسندگی، 10 سال دو تا کار تونستم انجام بدم. بله بله. متأسفانه بله. داستان هست. آقا کجایی؟ و چقدر و چرا کم کار شدین یهو؟ من یه مدتی بعد یه مدت نوشتم، یه مدت کارگردانی کردم، بعد دیگه همینطوری به خاطر این کمکار شدم و بعدم نیست. حالا اومدم دوباره، الان 3 تا سریال دارم. آه مشغول میشم. بله بله. خیلی هم خوب. یعنی دوباره اومدم و با یک هم کارگردانی میکنم و هم الان 3 تا کتاب دارم بیرون. یک کتابم زیر چاپه. به به، چه عالی. حالا براتون آوردم. مرسی مرسی. خیلی ممنون. چقدر عالی. این مرحله دوم که فلش هر جا ایستاد از ایشان بپرسم. قربان قربان. یا خدا، احساس اصابت تیر میکنه. سوال: شهر فیروزه لقب کدام شهر است؟ فکر میکنم نیشابور باید باشه. عبور کنم؟ فکر میکنم نیشابوره. عبور کنی. اینجوری میفرمایین؟ نیشابوره. فکر میکنم نیشابور باشه، تا اونجایی که تو ذهن منه. بله درسته. به به. سوال: کتاب به سوی فانوس دریایی اثر چارلز دیکنز؟ نه. اسم کوچیکش رو بگین، چون اسم فامیلیش یادش رفت. فامیلیش یادش رفت. فامیلیشو. آره. آخه اسم کوچیکش بزرگتره. نه جدی، برای همین خیلی طولانیه، برای همین اگه بگم دیگه قطعا فامیلش رو میگی. حالا یادم رفت. واو داره اولش. والت دیسنی. والت دیسنی. راحت‌تر بود. وای خیلی خوب. عبور کنم؟ از دست دادی. ویرجینیا وولف. به سوی فانوس دریایی. آره. ویرجینیا وولف. سوال:
بنیانگذار روانکاوی و عصبشناسی که اتریشی هم هست. فروید. اصلا نمیاد. یه گروه فرهیخته و با دانش و همه آرتیست تقلب. نه بول. بعضی میگه یاداوری آدم میکنه. تقلب این نیست. عصر کوچیک شو یادم رفته بود. الان یادم اومد. ولف بعد شنیدی. فروید. ولف میسوزه. بگین میسوزه. نمیگم. ولف. نه. ولف. نه. ولف. اون چیزی که شنیدی میگی. یه چیزی که منم درست نفهمم بگم بله. ولف. نه. فی دارم. فروید. فروید. میسوزه. فی راست میده. میسوزه. اصلا گوش نمیده من چی میگه. آره. فروید. اسم کوچیکیشو میشه بشین بگین؟ نه. نه. کوچیکیش نه. فامیلیشو بلدن. فروید. اصلا جلو روم راحت. اصلا بزرگ برگر کاری میخواد. فروید. همینه دیگه. این ورق رو میپذیرم. مرسی. بله. مرسی. آقا جسارتاً فرویده. نه منم بله بله با لحجه اکسنتم چیز بود. امریکایی. نه چون اتریشی بوده اتریشی فروید. اتریشی میگه. اکسنت اتریشیه. میشه. فروید. اتریشیش. فروید. میسوزن. تش. آخه ما... سوال بله بفهم به گاوهای کوهاندار میگویند به گاوهای کوهاندار میگن گاومیش دیگه گاومی نه آه نه اونو که نیستش که نه اشتباه گفتم آه یاد اومد ورزا فکر میکنم میگن ورزا با لحچه داره میگن یه چیز دیگه میگن نزدیکه بگیم آخه گاوایی که ما داشتیم گاهان نداشتن همین ساده بودن واسه این اتفاقا گفتم به ما گاوای کهاندار بگیریم ما چون علاقه من ده همین گاوای ساده دیدیم حالا چه کار سخته کهاندار عبور کنم میدونی آخه آخه یادم دلم نمیاد آخه عبور اسم کوچیکشو بگیم آخه مثلا امریکای شمالی و اینا زیادن کاتانگا لا بولاچه میشه گو بولاچه کاتانگا بوفالو واقعا انقدر کاتاندال بوفالو اون چیز سر اسم سرپوسی کاتانگا سرپوسی با صحبت میکنه بوفالو بوفالو سخته واقعا این ا نو بوفالو خیلی بزرگن و اینا سرخوستا یه شاخهای اینجوری داره بوفالو اینا اسم کوچیکش بوفالوه آخه ما اون قسمتی که رفتیم تو سرخوستا زندگی میکردیم واقعا این گاوا پرسیدیم اینا کجا هم گفتن که نسلشون هم نمیدن نده که مثل چیز کرده بودن جای دیگه است مهاجرت کرده بودن چون یه ایلاق قشلاق کرده بودن نبودن اونجا ولی نه اشکال نداره یه دونه آدم نمیدونه مگه اشکال نداره نه اشکالی که نداره ولی اصلا همین که گفتی سوخت بوفالو گفتی؟ نه من اصلا حرفی نزدم یه روبه داره میگی یه روبه نه هیچی من فیلمشو یادم نه من اسم کوچیکشو فقط گفتم من فیلمشو یادم الان یادم اومد نه خب این که من گفتم گاو شاختار بوفالوویل بله بله بوفالو بله عبور کنم بله بله سوال اصلا به این گروه فرهیخته نمیاد اصلا راستی اون ورزام که من گفتم به گیلکی به گاو بوفالا میگن گاو نره میگن ورزا فکر میکنم گاو نره بهش میگن ورزا گاو نره کوهانداران بیشترشون میگن کاتانگا میخواین شعر من بخونم بگید مال کیه یا شما بخونید من میخونم بله هرچه میکشم از دست فهم توست مرد من در حسرت فهم درست درست مولانا چقدر زیباست حضرت مولانا چقدر زیباست بله 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 مولانا بله سوال
باغ‌های معلق بابل توسط کدام پادشاه ساخته شد؟ راهنمایی کوروش باغ‌های معلق بابل نه راهنماییشون کنین اینجوری بوده نه ایشون پنج دقیقه بیان میکنه فکرم یه خورده درد کنه چه تمرین بیان میکنه نه میخوام ببینم کی بوده که اصلا چون این اسمی که من میدونم اصلا نداره اینو نداره مطمئنی؟ آره بابا پچه چیو داره؟ اسم کوچیکشو میشه بگه راهنمایی کنم آخه راهنمایی نداره چیو میخواستی؟ بگو جانم این کیه؟ جدی بگم من بیشتر میخوام بدونم اسم کوچیک شو بگم آره آشوربانیپال آشوربانیپال؟ آره آشوربانیپال اینجوریه؟ راهنمایی نداره آخه مثلا آدم بد اخلاق رو میگن بهش میگه اینه چی میمونه؟ فرعون زهرمون خیلی آخه خوب زهرمون عبور کنم؟ ما راهنمایی چی کنیم؟ خیلی راهنمایی بزرگ آخه راهنمایی نداره این مرد اول شرا بگه یه سری هست که میگه که مرحله بعدی راهنمایی داری مرحله بعدی؟ است داری بخت و نصر بختون برای همین منصف بودم شما اینجوری باشید گو من میگم این چیه؟ گو اون باعث سوار اون باعث گمگاهیش یکی از مواد تشکیل دهنده مغز مداد کربن یکی دیگه است زغال زغال همون کربنه دیگه نه نگین لطفا دوستان خواهش میکنم صابون صابون این صابونه این میگه داره میگه صابونه نه آقا کربونه یکی از مهمتریناش کربونه بله یکی از مهمترینها لیفه یکی هم کیسه است یکی صابونه دیگه چی مداد و تشبیه خودش سفیداب قدیما چون داری اشتباه میگی نمیسوزن ها و الا سوخته بودن تا الان زغال که همون کربن قربونت برم گوگل والا نمیدونم یعنی اگر اینجوری باشه بسه صادقانه عبور کنم آره گوگل سرب سرب هیچی نیست باید دوده سربم داره دیگه سوال بزرگترین پرنده‌ای که قدرت پرواز ندارد اصلا به جای اینکه این همه تقلب کنی و برسونی دیگه از این سوال راحت تر بله بله چی؟ یه لحظه باید فکر کنم حواسم الان جای دیگه است سوال چی بود؟ اگه گفتین شترمرغ بله من نشنیدم عبور کنم لطفا بله متشکرم بله من میگفتم خیلی هم عالی آقا شما بگین یکم از اوضاع احوال چه خوب. میکنید خوب چه خبر یکی دوتا سینمایی داشتم امسال جشنواره بله بعد یه سریال داشتم که یه هفته پیش تموم شد بله بعد یکی دوتا کارم صحبت کردید اوضاع احوال چطوره به طور کلی به نظرتون خوب خوب خدا رو شکر شما هم که خوبی که الحمدلله خوشتیپی قربونتون برم قربونتون بدون سیپیل به نظر من همش دنبال اینم به سن شما رستم تیپ شما بشم و اختیار داریم اختیار داریم آقای مرشدی خیلی هم سنش زیاد نیست نه آقای مرشدی که سنشون زیاد نیست ولی 75 سال زیاد خب نیستش
آره دیگه نه واقعا 75 نه ایشون 49 سالشون 49 ولی سفید کردن به خاطر یه فیلمی نه من 60 سالم اصلا نمی و متولد چه سالی بودی من آره تو ماه میخوان یا سال میخوان سال من متولد فروردینم آها آه سالو بگم من متولد 65 هستم 65 بله. فروردینی پس با هم فروردینی بله بله چقدر خوب 65 البته میبخشید 65 خورده آقا سنشو درو 65 سالش الان نه 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 چیز اشتباه گفتی نه 65 میلادی رو گفتی بله پسرشون 1965 متولد 44 هستم آره من گفتم 65 بله آره 65 میشه 44 درست شما 44 یعنی من 44 بزرگ پام من 46 هم دو سال من بزرگتری نه بابا من 46 نه من البته میدونی که من 67 هم ما قدیما چون بچه ها زیاد بودن شناسنامه آره مثلا شناسنامه گرفتم مثلا چون ما چند تا از بچه‌هامون هم فوت کردن برادر و اینا بعد شناسنامه مثلا یکی بود میگه این بهزاد میگه آره، مثلا آره. من 10 سال من خودم 54 به دنیا اومدم درست ولی شناسنامه برادرم که 44 فوت کرده بود دادم به من درست به همین خاطر دیگه خلاصه میبخشید آره نه نه منم هممون اون موقعی داشتن دیگه این مسئله بله، رو آره من مثلا 46 هم ولی شما اصلا 46 نمیخورا من متولد 87 ام تو شناسنامه مونده بود دستو گفته چیکار کنه اینو اصلا به شما 46 12 سال 46 ام 1367 یه کار سینما، تلویزیون، تئاتر، همه اینا اولین سنگ بناش متن فیلمنامه است یا نمایشنامه است. چرا مثلا شکسپیر میشه و نمایشش اینقدر عظیمه هنوزم داره اجرا میشه تمام کاراش در تمام دنیا چون متن بسیار قویه اینقدر قویه که تو همه جای دنیا اجرا میشه و هیچ موقع کهنه نمیشه حالا از زوایای مختلف به نمایشاش نگاه میکنم مثلا اگه هاملت میاد سه تا هاملت میان رو صحنه یا مثلا یه هاملت زن یه هاملت مرد یعنی اینها چیزایی که حالا کارگردان ها احساسات و نظرات و جهانبینی خودشو میاد حالا توی کارهای بزرگان میاد چیز میکنه اونو از اون دید میبینه ببینید فرهنگ و هر چقدر شما باید خرج کنی باید کار کنی باید اتفاقی که میفته یعنی باید خیلی باش هزینه کنی تا آدم های گنده از توش در بیا متوجه یعنی شما باید اهمیت بدی به این و همه کشورهای دیگه مثلا شما این فرانسه چند تا نمایشنامه مثل درجه یک داره آلمان یک آدم مثل برشت به وجود میاد یا این اینها اینه که خیلی زیاد کار میکنن اهمیت میدن به نمایشنامه نویسی به فیلمنامه نویسی و آثار بزرگ میاد و خوشبختانه البته اینم بگم که ما ایران هم چیزی کم نداریم ولی باید خیلی بیشتر از این باشه میریم سراغ دور سوم 30 امتیاز داره و تفاوتش با به محض اینکه برسونید کلک بزنید این خاموش میشه خاموش میشه یعنی دیگه با دستگاه اصلا به من حالا خود دانید من وظیفم بود میشنوه آقا من وظیفم بود بگم خیلی ممنون دستگاه میشنوه خودش تپ خاموش میشه آه حالا امتحان کنید سوال تندیس کدام جشنواره سینمایی به شکل حیوان نیست میتونید اگر خواستید از کسی راهنمایی بگیرید اسکار دیگه خیلی جشنواره اسکار رو میدونم نیست به جز ایرانی خارجی به جز اون جشنواره ایرانی خارجی چند تا رو میخواین شما یه دونه دیگه هست یه دونه اسکاره من میدونم اسکار نیست اسکار نیست دیگه
سوال ما مشخصا باید بپرسید شما. وقتی کلی میپرسی منم کلی جواب میدم. پس اسکار نیست، من 3 امتیاز رو گرفتم. بعد من... حرف منطقی جواب نداره. منم میخواستم بگم خیلی از جشنواره‌ها هستن که حیوان نیست. یعنی هی داره بدتر میشه اوضاع. من هی داره بدتر. من میتونم 100 تا جشنواره اسم ببرم که حیوان نیست. ولی یه دونه جشنواره میتونم نام ببرم که حیوان هست. یه دونه جشنواره است که حیوان هست. بله. بقیه‌اش کلاً حیوان نیست. مثلا جشنواره سن پترزبورگ. بله. یک خیلی هم زیباست. یه آهوه. سرش سر انسانه. بله. مثلا برلین خرسه. بله. فلان اون یکی. خیلی جا. حالا مگه مثلا ببینیم مثل تندیس کدام جشنواره الف سینمایی. اون موقع مثلا ما الف مثلا 6 تا مثلا 7 تا جشنواره الف داریم، اون موقع وقت میشه بگیم شاید کن مد نظرشونه. احتمالاً کن بوده. کن طلاست. کن نخل طلاست. نه نه مورد سوال ما سلوغونه. جواب درست بود دیگه. قابل توجه دوستان؟ بله. درسته. عبور کنیم. ما دست می‌زنیم براش. ولی عبور می‌کنیم. بله، کنه. آخه. بله. سوال. مصرع دوم شعر زیر چیست؟ چنین است رسم سرای درشت. چنین است رسم سرای درشت. تپ خاموش میشه. گفتیم میتونم از همین میشه. آه میتونی راهنمایی کنی و نگین یهو بعد راهنمایی یه چیزایی داره. این است رسم سرای درشت. اون چیزی که رو اسب میذارن. از فضایی راهنمایی بگیر. گاهی اون چیزه یعنی روش آدم میشینه گاهی اونو یه وقتایی برعکس آدم میذارن که گاهی زین به پشت و گاهی پشت بزین گاهی پشت بزین و گاهی زین به پشت. بله بله استاد سوال آبوجا پایتخت کجاست؟ آبوجا اصلا خودش کجاست که پایتخت چقدر جمعیت داره؟ راهنمایی؟ ایشون راهنمایی. راهنمایی غیر مستقیم. اولش کاف داره. قاف؟ کاف. کاف. که. با تناب این تو چاه استاد. نه. حالا تو که اولش گفتی دومش هم بگو. دومش هم نه اصلا با تنابش تو چاه. نه. سوال بعدی. اصلا روی نقشه چیز هست زیر پونه آبوجا آبوجا نه آبوجا پایتخت کجاست اون کشور خودش کشور معروفیه آها آفریقاییه یه کار یه راهنمایی میتونیم بهتون بگیم من این مرحله من نمیتونم شما باید راهنمایی کنید یه راهنمای کوچیک بگید مرحله کشوره که بگه ایشون مثلا آبوجا پایتختش گینه میشه گینه چون استاد شوقی که اصلا میگم باید جوابم بگم بهشون نمیتونم من دوستشون دارم اشکال نداره آره یه کشورهایی هستن مثلا آره. نیجریه و اینا بعد مثلا پایتختای مختلف دارن برای همین ما سوال میکنم نیجریه نیجریه بله درسته بله 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 خیلی خوب بودین سوال نام ماهی هایی که اطراف دهانشان شاخک دارند که اصلا دیگه ماهی شاخک دارن دوست. میگن بهشون ماهی های یه سری ماهی ماهی هایی که ماهی هایی که اطراف دهانشون شاخک دارن آره آره شاخک دارن یه اسمی دارن اصلا همینجوری صداشو نمی کنم چی ماهی هایی که اطرافشون شاخک دارن همینطوری چی چی ماهی این بلندی نمیشه که اسم ماهی هایی که اطرافشون شاخک دارن آره نه ایچه تمرین برو رو خیلی منظورت خیلی پهنه اینجوری دیگه بیشتر جواب فونکارایان این چیزی که شما درست هست جان هر کاری آقای مشیری دستش برمیاد انجام هر کاری جان سفره شو گربه سفره ماهی سفره ماهی
سفره ماهی کنار دهانش شاخک داره. نه نه دهانش اصلا زیرشه سفره ماهی. ولی یه چیزایی داره. ولی یه چیزایی داره. از یکی کمک بگیرن. آره از یکی کمک بگیرن. همه دارید هر کاری از دستتون برمیاد انجام میدید. آره مشیر شما راهنمایی. جان چیه؟ چی میخواین بگید؟ من چی؟ آره کمکش کن. ببین وجود که اون گفت من فکر کردم. شما میتونید کمک کنید. توضیح بدین آقای مشکل. آقا خب پانتومیم خب نه با کمک کنی یعنی به قرار شد که نزدیک بهش به اینجورایی شبیه ماره دیگه مارماهی؟ مارماهی بغل دهانش شاخک داره؟ نه شبیه ماره شبیه مارماهیه شبیه مارماهی اسمشو مشکل داره وگه نه شبیه نه اسمشو کمک کنی آه اسمشو الفش یعنی اولشو میشه اولش رو بگم یعنی گفتم نه حالا اولش که اشکال نداره نه اولش رو بگم اصلا یعنی گفتم دومش رو بگیم دومش رو یه چیزی گفتی لابلای حرفات سفره ماهی گفتم قبلش یه چیزی گفتی اره ماهی گفتی یه چیزی دیگه قبلش زبیده اولش بود گربه ماهی گربه ماهی عبور کنم گربه ماهی بله نصف سال پشت سرم یه جوری دارم میو میو میکرد یه جوری دارم برخورد میکنم با مسابقه من که انگار این امتیازا تو جیب خودم میره دیدی یعنی دقیقاً اولش گفتم بعد شک سوال نام فارسی پروژکتور دیگه از این راحت ها نام فارسی پروژکتور من بگم راهنمایی نورافکن بله بله سوال جانم لایه‌ای که حیات انسان به هر چی سوال ساده است میفته به خود اوزون بله سوال مجلسی که در دوره اشکانیان تشکیل میشد میبینم که دوستان همه متین و موقر و کار خاصی ندارن من به شما میگم اون نبینیم نه آره شک دارم ولی نه نه سنا نه اشکانیا اشکانیا سخته سوال سختیه انصافا نه ولی شنیدم واقعا انصافا سخته من چون حافظم خیلی مثل ماهی میمونه سوال سخته اما جوابش هم سخته جوابش هم سخته چرمنده شدم بال بال زدم الان باید جواب پس بدم عبور کنم کمکی بهش بکنی کمکم که نمیشه سر خوبیه هم گویا بیکاره بر نمیاد کسی به من نمیتونه کمک بکنه دوستان من آقا خود بچه هایش کنه اسم خیلی زیبایی است میتونم این کمک رو بکنم خیلی ممنونه قشنگ اسمش قشنگه از دست بگذاری بگذاری خوبه دیگه تو ذهن اون میمونه همیشه بله مهستان حسن این مسابقه اینه به جز تقلبش یه حسن دیگه داره که همیشه تو ذهن آدم سوال عمران اگه میمونه بابا لنگ دراز رو کی نوشت؟ که دیگه از این ساده تر جین وبستر میگم میسوزه خود تپ خاموش میشه نه 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 جول ورن جول ورن نه نه چه تفلک هم رمان هم میفته به خیلی راهنمایی میخوای؟ راهنمایی غیر مستقیم راهنمایی غیر مستقیم با یه مقدار شکل پانتومیمی میشه پانتومیمی یه شلواریه که تن میکنی بخش اولشه دو بخشه اونو اول بگو یه شلواریه که معمولا تو برای کارهای کژوال و اینا میپوشیم چیه؟ که یه مقداری جنس های مختلف داره این یه سوال سخته نه اینو بگو من میرسونم تو جوابو اون شلواری که میدونی من فعلا کار خاصی ندارم جا بفرم نه فکر کنم چرا شلوار اون شلوار چیه شلواره اونو با کسره بگو این شلواره چیه آخه یه راهنمایی آقای مدیری یه راهنمایی معمولا تو بازی پانتومیم اتفاق میفته مثلا میگیم دو بخشه بخش اول این ویژگی رو داره اشکال دوم این ویژگی شما راحت باشید چیه یه کمی شلواره رو با کسره بگو شلوار آبیا که
شلوار آبی زیاد داره مدل کلوفته از امریکا آفرین. شروع شد طرح اینا کارگری بود اونو گرفته جین آفرین جین درسته حالا بخش دومش خود بخش دوم کلمش میتونه تو دو بخش تقسیم بشه بخش اولش دوربینی که ما میذاریم برای بالای کامپیوتر که میتونیم چت کنیم چت تصویر کنیم اسمش چیه؟ بله بله اون اسمش چیه؟ بهش میگیم نه چه دوربین کوچولو میتونی بری بخری توی قطعات کامپیوتری اسمش چیه؟ ویب آفرین اونو نگه دار بله بله بخش دوم اشکال نداره؟ بگو حسن خودتو اینقدر از دفت دارم ما رو جین ویب دیگه یه بخش سومشو چجوری میگی؟ آها اگه تویی که میگی میگم پس جین ویبش درست شد بله بله حالا بخش دومش جین ویب ببین میتونم یه جور راهنمایی کنم که فامیلشو بگو دیگه الان خب بکن راهنمایی کنش کنم آره دیگه ترش هم راهنمایی کن ببین میتونم یه جور دیگه راهنمایی کنم که تو الفشو بزنی که استر آفرین استر جیم بربستر دیلیه که جین و ببین بس. اون بخش دومش هم به دو بخش تقسیم میکنیم یه علامت مفعولیه که آخرشه علامت مفعولی چیه؟ مفعولی بیواسطه خود ادبیات داریم مفعولی بیواسطه مفعول بیواسطه الان کار به اینجا کشید ری آخرشو دارم میگم ری سختره واسه ری... دیوونه شو به همون جین وبستر که گفتی بله بله دیوونه شو جین وبستر خوب بود دیوونه شد جیم وبستر آره درست بود کنترله درست گفتی اصلا خیلی خوب بود میگه اون تش مفعول بیواسطه است بعد تو کسرشو اگه مثلا طرف رو یه موقع ببینی به مفعول بواسطش چی میگی؟ اصلا خوب بود که چی بود اصلا؟ گفتی همسته همسته آره آره اون هم خوب بود خب همه رنگ فلان خیلی خیلی جذابیت داشت شما دیگه هی داری به اصل نزدیک میشی شما در همه جشنواره‌های دنیا میبینی که حتما یه فیلم ایرانی هست از زاویه دیدی که نگاه میکنی ما چه تو تکنیک که نمیتونیم حرف اول بزنیم پس تو چی باید حرف اول بزنیم؟ تو محتوا، تو سوژه وقتی شما نگاه میکنید سوژه ها انسانی هست اونا تو تکنیکه مثلا سینمای هالیوود یک جایی میره که اصلا تماشاگر وقتی میره تو سینما دهنش باز میمونه ولی وقتی که بعدا نگاه میکنه یا میاد بیرون از سینما بعد یک دو روز از یاد میره ولی وقتی که یه فیلمی موقعی شروع میشه فیلم خوب که وقتی تموم میشه تازه شروع بشه تو ذهن تماشاگر این هم همینطوریه اگه نمایشنامه فیلمنامه داستان اینا خوب بودن اون موقع تازه وقتی تماشاگر یا خواننده اینا میخونن بعدش تازه توی ذهن اون توی روح اون آدم شروع میشه اینا فلش کجاست؟ اینجا به به خودم جوابشو میگم اصلا نگران نباشین اگه نیجریه رو نگفت نه من نه خودشون گفتم بقیه هم مجازم بگن آره نه اصلا من راهنمایی داره اصلا استاد سوال معجزه در میلان ویتوریو د سیکا سبک فیلمش سینمایی که مثلا دوز دوچرخم همون سبک موج نو یه چیز دیگه داره کمک نمیتونیم بکنیم سورال کمک نمیتونیم دارم کمک میکنم تورال سورال میچرخه آها اون نزدیک نورالیست موجنو نورالیزم بله درسته بله درسته بله درسته سوال ترابلوس پایتخته از این راحت تر کجا؟ یونان یونان؟ ترابلوس؟ مدن ترابلوس لیبی بله بله سوال
سمق ساقه گیاه گون میشه؟ ساله گیاه گیاه ساده؟ آره کتاب و اینا هم رومان در واقع ترشحات سمقی این گیاهه. قاسنی؟ نه. کاسنی؟ نه قاسن اون نیست. نه یه چیزیه فکر میکنم قبلا به عنوان پودر لباسشویی استفاده میکردن. خاصیت ژلو داره برای موی سر، حالت دادن به موی سر. عجبا من بچه طبیعتم. میدونید؟ میدونید؟ آره آقا 25 تاشو کم کنید من بگم. کتیرا. چون گفتن امتیازتون الان میسوزه. آخه کسی نگفت حیفه. ولی میدونستم. بله درسته. آره آقا با کتیرا قبلا با همونم سر میشستن. آره میشستن سر رو. بله. سوال. فیلسوف گیتی از القاب کدام شاعر ایرانی است؟ فیلسوف گیتی؟ نمیدونم ولی فکر کنم میتونه خیام باشه. عبور کنم؟ یه لحظه صبر میکنی. شما گفتین که راهنمایی هم میکنی. فکر کنم عبور کنه بهتره. فیلسوف، ریاضیدان، منجم. بله خیامه. بله. سوال. به فیلم کوتاهی که برای تبلیغ و معرفی یک اثر تهیه میشه میگن تیزر. یه چیز دیگه میگن آنونس. آنونس. بله بله. سوال. گرگ در ای چرا فقط رمان بهش میافته؟ همه رمان افتاد به میلاد. گرگ دریا اثر خیلی ساده است. دوباره باید پانتومی مجرو کنم. راهنمایی میخوای؟ آره دیگه. غیر مستقیم. کی؟ بله. زیر ماشین. کی میزنه آدم؟ جک میزنن به ماشین. جک اون وقت پایتخت انگلستان کجا؟ جک لندن. چی؟ آقا مستقیم بگین من بیشتر میپذیرم. مستقیم گفتم آقا. جک میزنن زیر ماشین که منن تو پایتخت لندن کجاست؟ غیر مستقیم گفتم. جک لندن گفتم. بله. اصلا کاری از دستم برمیاد. بله. سوال. لیبرتی به معنای چیست؟ کمک می‌دونیم اسمش رو؟ بله کمک. کمک غیر مستقیم. اگه مثل جک لندن نباشه. نه من زیاده گفتم. فقط داشتم رو لیبرتی. لاتینه؟ یعنی کلمه‌اش؟ بله بله. لیبرتی. لیبرتی. راهنمایی بگیریم. یعنی یکی از شعارهای کشور مثلا فرانسه، ایران و خیلی کشورهای جمهوری دیگه. یکی از شعارهایی که میدن چی میگن؟ لیدر. نه مثلا میگن که نمیتونم بگم. حالا بگو شعار... من فرانسه رو بگو بعد من به ایرانش میرسم. فرانسهش لیبرته میشه. همون لیبرته. لیبرته. خب انگلیسیشو بهشون بگین. انگلیسیشو بگین. اونا میشه لیبرت. حتی انگلیسی من خوب نیست همون ولی میشه لی. انگلیسیش میشه فریدام. لیبرال. فریدام. فریدام آزادی. حسن نباشین. قربونتون برم. یه جوری از نظر روانی هم منو گول میزنن. یعنی من میگه که من انگلیسیشو نمیدونم. گفتم خب فریدام مثلا قیافه گرفتم که یعنی من میدونم آزادی. یعنی این یه جور چیزه ستاپ شده قبلا همش. یه جوری میگه که من بگم که نه واقعا میدونستن یادشون رفته. بله بله بله. سوال. ببخشید. بله درسته رو. بله 50 امتیاز. بله. سوال. قطعی در دوربین که میزان نوردهی را کنترل میکنه. با بهزاد جان خداویسی عزیز آمدیم به مرحله ربات. آقای مشیری خوش آمدین. مخلصیم همه دوستان و دوستی که اونجا نشسته داره از بین میره از استرس و ترس. الان با انرژی مردم میفهمیم که اصلا چیزی نیست. بیا پیش من. چیزی شد
این تازه لول صفره، یعنی هنوز هیچ. نه خوب بود. نه نه میدونم. دو چهار هشت. دو خوبه. دو. دو. خیلی هم خوب. میریم به نقطه یه. صفر. اول موسیقی یا سینما یا سینما تجسمی یا هوش؟ سینما لطفاً. الان تازه لول میشه دو. رفتیم به سینما. سوال، تصویر را ببینید. شما شهرت ناپسندی دارین آقای گیتس. خوشم میاد. من اگه شما رئیس یه بانک بودین این براتون خیلی بد بود، ولی در شغل شما این شهرت قابل تحسین. والا من که شکایتی ندارم، همین شهرت باعث شده که دختر خونده من مشتری. سوال، نام فیلم. محله چینی ها. اگه مطمئنی اهرم رو بکش. بکشمش رو؟ بله بله. رفتیم به برج بعدی. انرژی نداریم، انرژی نداریم. سوال، موسیقی را بشنوید. این موسیقی متعلق به کدام فیلم است؟ یک فیلم بسیار معروف. موسیقیش هم متعلق به جان کوریلیانو است. دیگه چه کنم براتون؟ نه نگی؟ نه، راهنمایی نمیشه بکنی. بگو. خیلی غیر مستقیم. نه، شما اول به ما راهنمایی کنید. چرا لباست عوض شد؟ من لباسمو لباس مخصوص ربات داری؟ چرا لباس داری؟ نه، چند تا لباس آورده بودم. آها فهمیدم. به خاطر این خب مسابقمون دو مرحله داره. من این لباس مرحله دوه. تو 8 مرحله لباس آوردم. جان، یه مقدار سخت بود. این میشه بگیم برای کدوم کشور؟ خیلی قطعه معروفه. فیلمش میشه بگیم برای کدوم کشوره؟ هالیوودیه. مال چه دهه‌ایه؟ این دهه‌اش. آره، اینم خوبه. مال 15 سال پیشه. 15 سال. آها، من یه بازیگر معروف میگن بگم. بازیگرش هم میخواین بگم؟ نه بد نیست. عبور کنم؟ بازیگرش رو فرمودین. بازیگر معروف نداره. بازیگر معروف. از دست دادی. بچه ها کمک کنید. رد ویولین. ویولون قرمز. موسیقیش خیلی معروفه. البته بازیگرش معروفه ها. چی؟ سیاه پوسته که توش بازی میکنه. ندیدم فیلمشو. نقش اصلیشو چیزه دیگه، همین که برای تارانتینو بازی کرده. نه واکرمز نیست. چیه؟ سیاه پوست. جدی میگه همون که دنبال ویول ساموئل جکسون. اگه به ما گفته بودی ما حتما میگفتیم. ساموئل جکسون؟ بله بله، ساموئل جکسون. که دنبال ویولونه و یه قسمت های چیز میکنه. این ویولون از چین میاد و خیلی ماجراهای خیلی خیلی فیلم زیباییه، ولی خب واقعا سخته که یه قطعه قطع. نه، این قطعهش خیلی آخه معروفه. آره. یکی از موسیقی فیلم های خیلی معروفه. بله بله، خیلی هم عالی. اصلا چیزی نیست. میریم برج بعدی. انرژیم نداری. سوال، نام این ساز چیست؟ دیگه آس پیانو. چیکار کنم بعد؟ پیانو. این ببین این اورگ کلیسایی منظورت؟ نه نه نه، ببین این چیزای قبل از پیانوه. بگین حالا بسوزه. نه، من گفتم قبلشه دیگه. نه، این میشه اونایی که چند طبقه است معمولا توی کلیسا. نه نه، اون اونا نه، اونم نیست. نه نه نه، شروعش اصلا نام یه سازه. متاسفانه نمیدونم. ببین ما بتونیم بگیم اسم آد فهمیدم، یادم اومد. چی؟ چنگم اولشه. بله دیگه. ها درسته؟ بله. چنگ، اسم خارجی چنگ؟ دیگه هیچ نک. اسم دیگه، اسم خارجی چنگ چیه که تو ارکسترا استفاده میشه؟ عبور کنم. از دست دادی. هارپسیکورد. نمیدونم. هارپسیکورد. سیکورد. میریم، انقدر امتیازتون بالاست که اصلا مهم نیست. میریم برج بعدی. سوال، تصویر را ببینید. تایوان کجا داره؟ کجا داره میره؟ آخه به چی رسیده؟ اینه یه مش سوسک و مرچه دارن تو مرده به تکنیک دست و پا میزنن دیگه.
همش به خاطر این شکمش آورده است. راحت لم دادن روح و معنویت شد. این جمله چی بود که خسرو شکیبایی زنده یاد گفت؟ خب نمیدونستم. یه بار دیگه، یه بار دیگه میشه زحمت بکشی؟ یه بار دیگه. اینی یه مش سوسک و مرچه دارن تو مرده به تکنیک دست و پا میزنن دیگه. همه شب بخاطر این شکمش آب مرده است. راحت لم دادن کو معنویت بعد وقت فرید اون جان ببین جانم میشه کمک کرد؟ اصلا تا الان مگه اجازه من لازم بود؟ نه خواهش میکنم. کو معنویت بدبخت؟ ازش یه سوالی میپرسه. خب درست گفتی قسمت آخرش و قسمت اولش رو یکم بعد گفتی، میگه معنویت کو دیگه؟ کو معنویت بدبخت؟ خب منظورش محشیده، میگه که من علاقه من به محشید چه اتفاقی براش افتاد؟ عشق کو من اولا بدبخت ها؟ بگو یه بار کاملش رو بگو. عشق کجاست بابا بدبخت؟ عشق کو؟ گفتی چی؟ دیوونش کردی خب. عشق کجاست بدبخت؟ سر عشق چی؟ سر عشق چی اومد بدبخت؟ قبول میکنم. قبول میکنم. سر عشق قبول میکنم. عشق چی اومد بدبخت؟ سر عشق چی اومد بدبخت؟ به سر عشق چی اومد؟ قبول میکنم. انرژیمون افتاده. میریم برج بعدی. سوال: کدام گزینه تابلوی گردش به راست را نشان میدهد؟ حالا بگین بسوزه. شماره یک. گردش به راست. بله. مطمئنی؟ بله. اهرم رو بکش. بله. بله. پس اون دو چیه؟ تصویر دو گردش به راست ممنوعه. ممنوعه؟ میریم به برج بعدی. خسته شدیم. سوال گوش کنید. دوباره موسیقی. از این ساده تر. سوال خالق اثر، حالا بگین تا بسوزه. نه نگین بتوون یا موتسارت، بذارین بگم کدومه. لحنش مال کدوم اینا بود؟ موتسارت بود. موتسارت سمفونی 40 شگش. نه سمفونی 40 نیست. حالا ما فقط خالق اثر. سمفونی رو بیخیال شو. اوکی اگر موتسارت. مطمئنی اهرم رو بکش. آره بله. کنسرتو پیانو شماره 20ه. 20 بود؟ کنسرتو پیانو. آها اوکی. اون سمفونیه 40. اون 40 اونطوری شروع میشه. در رن در رن در رن در رن در رن در رن. این قسمتشو در بیارین. همون 40 سارت دیگه. رفتیم برج بعدی. انرژی نداریم. این لول درو نیست. آرامگاه نگی. عجله نکن. دیگه از این آسون تر؟ توی همدانه؟ خب ماله؟ بوالی سینا. نه یه لسته کنیم. بوالی سینا. بله درست. بوالی سینا دیگه. آرامگاه بوالی سینا تو همدان نیست؟ نه نیشابور. نیشابوره. بله نیست؟ نمیدونم. نه همون بوالی سینا. نه فکر کنم بوالی سینا. آرامگاه بوالی سیناست. اشتباه میکنم. بابا طاهر؟ نه 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 بابا طاهر نیست. یعنی بین این دوتاست. بابا طاهر و اوریان نیست. نه 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 یه چیزی بگو عبور کنم. بچه ها پیشنهادتون باشه الان پیشنهادشون. آره ما نباید اصلا هیچکی هیچی بگه. نه ما ببینم که فقط من نمیدونم. دوستان راهنمایی نمی کنیم. ما یه خود گمراهش میکنیم که آه بله بله متوجه. آرامگاه متعلق به چه کسی است؟ از اسم همدان شاعره. آره همدان شاعره. همدان شاعره. همدان بابا طاهر اوریانه. همدان
قبول کنم یعنی بابا طاهر که نباید بگن. من گفتم برای همدانه، بعد گیج شدم بچه‌ها اشتباه رسونه، گفتم مثلا برای ایکس، ولی بابا طاهر اوریان. بله ولی این بار واقعا سوال آخره، ولی این بار واقعا میسوزه. حالا اصلا هیچ کی به حرف من گوش نمیده. رفتی برج آخر. پس میتونین لول رو ببرین بالا، اشکال نداره. این دو میتونه 8 بشه. سوال. نام سیاره مشخص شده در تصویر زیر چیست؟ علامت سوال. بگید میسوزم. میسوزونمش. زحل. یه لحظه صبر کنین. مشتری، زمین، عطارد، زهره، مریخ، نپتون، زحل دیگه. هر وقت مطمئن بودی اهرام رو بکش. بچه‌ها زحل دیگه. بگن میسوزی. یه لحظه صبر کنین. مشتری که اینه، زمین که اوکیه، مریخ، زهره، عطارد، نپتون، پلوتون. پلوتون هم میتونه باشه، زحل هم میتونه باشه. نپتون، پلوتون. پلوتون، پلوتون. پلوتون دورتره. پلوتونه دیگه احتمالاً، چون ببین احتمال داره که درسته. پلوتونه میسوزه. آه هیچی یا پلوتونه یا زحله. اگه گفتین کدومه؟ هر کدوم مطمئنی بگو اهرام رو بکش. پلوتون. وقت تموم شد. پلوتون. زحل گفتم. زحل که آره این زحل قبول بکنید شما گفتین نه. با اون چیزی که اهرام رو میکشی. نه اول گفتم زحل منو تحقیق کردید. میدونم با اونی که اهرام رو میکشی رو بور میکنی. آخه میدونی تو این اسم دیگه‌ش هم پلوتونه. اونایی که نزدیک زمینه بعد نپتونه. اول مریخ، عطارد، زهره، پلوتون بعد نپتونه. نپتون پلوتون همون زحل بهش میگن. آره آقای مدیر من خواهش میکنم قبول کنید، چون اول گفتن اولین تا نشونه گفتن زحل. بعد بچه‌ها گفتم ما راهنمایی اشتباه میکنیم. بچه‌ها اشتباه راهنمایی کردن. آره من گفتم زحل. قبول میکنیم. بله بیا پیش من دیگه انرژی ندارم. دیدی چیزی نبود؟ نه خیلی عالی. دیدی خیلی هم خوش گذشت. خیلی ممنون که آمدی. تموم شد، ما تازه گرم شدیم. تموم شد. چه کنم؟ یه برنامه دیگه بیاین باز. به خدا. بس کی میخوره زمین؟ ما منتظر بودیم. نه خدا رو شکر صحیح و سالمی. نه خیلی عادی بود. از اونجا راحت‌تر بودم. همیشه سالم باشی. مرسی که آمدی. آقای مشیری مرسی که آمدی. دوستان همه خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون که آمدی. مرسی از شما و برنامه بسیار قشنگتون و قربونتون. حضور بسیار با انرژی. قربونتون. مرسی ممنون. آقای شوقی ممنون که آمد. دوستان همه ممنون که آمدید. خیلی متشکرم. امیدوارم بدرخشید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. متشکرم. خیلی متشکرم. با امید دیدار. از شما هم متشکرم. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. متشکرم. شب بخیر. خداحافظ.